سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی جدید. امروز 5 فایتر افغانستان در سازمان UFC را برایتان معرفی میکنم که شاید با آنها آشنایی نداشته باشید. بریم سراغ این ویدیو جذاب، اما قبل از آن ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید. شماره 1، رومی آرام. اولین فایتری که به نمایندگی از افغانستان در سال 2007 با پرچم افغانستان در سازمان UFC مبارزه کرده. رومی آرام در دسته والترویت یا 78 کیلوگرم مبارزه می کند. رومی آرام رکورد 6 پیروزی بدون باخت داشت که اولین مسابقه خود را در سازمان UFC انجام داد و در مقابل حریف از آمریکا به نام دیو استراسر که رکورد 19 پیروزی و 3 شکست داشت مبارزه کرد، که بعد از سه راند مبارزه جذاب و خونین متاسفانه توسط امتیاز بسیار کم مسابقه را به حریفش واگذار کرد. بعد از آن رومی آرام یک مبارزه دیگر انجام داد که توانست بعد از سه راند مبارزه توسط امتیاز پیروز شود و بعد از آن برای همیشه از دنیای مبارزات آزاد خداحافظی کرد و فعلا هم در کمپ تمرینی به حیث ترینر تمرین می دهد. شماره 2، سیر بهادرزاده. بعد از رومی آرام، دومین فایتری که به نمایندگی از افغانستان در بزرگترین سازمان جهان یعنی UFC مبارزه کرده، سیر بهادرزاده است که اولین مسابقه خود را در سال 2012 در سازمان UFC انجام داد که توانست حریف خود را در راند اول و فقط در 42 ثانیه ناکاوت کند. بعد از آن 7 مبارزه دیگر انجام داد که ثمره 8 مبارزه او در سازمان UFC 4 پیروزی و 4 شکست بوده. آخرین مبارزه سیار بهادرزاده در سازمان UFC در مقابل اسماعیل نوردیف بود که بعد از آن برای همیشه از دنیای مبارزات آزاد خداحافظی کرد و فعلا هم در سنگاپور به حیث ترینر تمرین می‌دهد. شماره 3، نصرت اکبر است. فایتری که در سن 22 سالگی به بزرگترین سازمان جهان یعنی UFC پیوست و در اولین مسابقه خود در مقابل فایتری با تجربه از پولند به نام مارک کینهلد مبارزه کرد که بعد از سه راند مبارزه جذاب توسط امتیاز مسابقه را به حریفش واگذار کرد. بعد از آن 10 مسابقه دیگر انجام داد که ثمره تمام مسابقاتش در سازمان UFC 7 پیروزی و 4 شکست می باشد. نصرت اکبر از فعلاً 28 سال سن دارد و هنوز به مبارزات خودش ادامه می دهد. آخرین مسابقه نصرت اکبر از در مقابل حریفی از آمریکا بود که توانست توسط امتیاز پیروزی مسابقه شود. به امید موفقیت های بیشتر برای اکبر است عزیز. شماره 4، جاوید بشارت، پلنگ برفی افغانستان که بهترین فایتر مبارزات آزاد افغانستان می باشد. جاوید بشارت در سال 2021 از رویداد دینا وایت کانتندر سیریز به سازمان UFC راه پیدا کرد که 3 مسابقه در این سازمان بزرگ انجام داده. تمام مسابقات خودش را پیروز شده و فعلا هم رکورد 14 پیروزی بدون شکست دارد. به امید پیروزی های بیشتر برای پلنگ برفی افغانستان. شماره 5، فرید بشارت، مقلب به وحشی افغانستان، برادر خرد جاوید بشارت است. در سال 2022 از رویداد دینا وایت کانتندر سیریز به سازمان UFC راه پیدا کرد. فرید بشارت 2 مسابقه در سازمان UFC انجام داده کرد، 2 مسابقه خودش را پیروز شده و فعلا هم رکورد 11 پیروزی بدون شکست دارد. به امید پیروزی های بیشتر برای فرید بشارت. ناگفته نماند که احمد سهیل حسن‌زاده هم در رویداد دینا وایت کانتندر سیریز اشتراک کرده بود و در مقابل حریف قدرتمند از آذربایجان مبارزه کرده بود که متاسفانه در راند سوم ناکاوت شد و نتوانست قرارداد UFC را به دست بیاورد. همچنان امسال قرار بود عبدالعظیم بدخشی هم در رویداد رود تو UFC اشتراک کند که اگر مسابقات خودش را پیروز میشد میتوانست به سازمان UFC راه پیدا کند، اما عبدالعظیم بدخشی نتوانست که ویزه خود را به دست بیاورد و مسابقهش کنسل شد. خب دوستان عزیز، این بود از 5 فایتر افغانستان در سازمان UFC. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و این معلومات برایتان مفید بوده باشد. برای حمایت از ما ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.